یه خبر خوب برای کسایی که CDCP دارن. ما توی دنتین فامیلی دنتیستری براتون سرویس رفت و آمد رایگان داریم. فقط کافیه با ما تماس بگیرین تا در کمترین زمان ممکن فری راید در اختیارتون قرار بگیره. CDCP یک بیمه دولتی هست که دولت کانادا برای شهروندان کانادایی برای خدمات دندانپزشکی در نظر گرفته که الان توی فاز اول شهروندان بالای 65 سال و زیر 17 سال رو شامل میشه. ضمناً ما یه پروموشن تابستونی هم داریم برای بیماران جدید. کلینینگ و چکاپ فقط $99 تا آخر آگست. منتظر تماستون هستیم. شماره تلفن، وبسایت، ضمناً یادتون نره اینستاگراممون رو فالو کنید. در گفتگوی این بار کتابخانه در مورد آلیس مونرو و کتاب جان شیرین ترجمه پگاه جهاندار صحبت خواهیم کرد. خوشبختانه آلیس مونرو در ایران نسبتاً شناخته شده است و کتاب‌های زیادی ازش ترجمه شده. مترجم‌های زیادی آثار اون رو دست گرفتن و به فارسی برگردوندن، از جمله مجد دقیقی، مرضیه ستوده، ترانه علی دوستی، پگاه جهاندار و دیگران. کتاب‌هایی که ازش به فارسی موجوده توی بازار ایران: فرار، رویای مادرم، دستمایه‌ها، میخواستم چیزی بهت بگم و دیر لایف که اکثر مترجمان اون رو به عنوان زندگی عزیز ترجمه کردن، ولی پگاه عزیز اصطلاح جان شیرین رو ترجیح داده به زندگی عزیز و در طول گفتگو باهاش حتما اشاره خواهیم داشت و دلیل این انتخابش رو میپرسیم. آلیس مونرو تنها نویسنده‌ایه که به خاطر نوشتن داستان کوتاه جایزه نوبل ادبیات رو گرفته و کمیته نوبل موقع اهدای این جایزه اون رو استاد داستان کوتاه معاصر توصیف کرده. مونرو از نویسندگان پیش از خودش مثل چخوف تأثیر گرفته و بر نویسندگان بعد از خودش تأثیر فراوانی بر جای گذاشته. حتما خواننده آثارش باشیم، از او بسیار خواهیم آموخت، چه درباره زندگی و چه درباره ادبیات و داستان. سلام بر پگاه جهاندار عزیز، مترجم کتاب جان شیرین از آلیس مونرو که به این بهانه امروز مزاحم شدیم اومده تا باهاش گپ بزنیم. قبل از اینکه پگاه جان، من اگر اشتباهی داشتم من تصحیح کن، قبل از شروع صحبت‌های پگاه یه معرفی کوچولو ازش داشته باشم. پگاه سینما خونده، لیسانس سینما، فوق لیسانس ادبیات نمایشی. خودش میگه کسب و کارش از طریق سینماست، ولی دستی هم بر ادبیات دارد و من میدونم که داستان هم مینویسه، حتی داستان هم مینویسه، ولی منتشر نکرده، ترجمه زیاد کرده. نثر خیلی خوبی داره پگاه، منتها چون کار اصلیش نبوده در واقع خیلی متمرکز روی ترجمه نشده و کارهای تا جایی که من خبر دارم برخی از کارهای ترجمهش رو به انتشار رسونده، از جمله جان شیرین آلیس مونرو. پگاه جان لطفا خودت یک توضیحی بده درباره ادبیات و نقشی که برات داره، معنی که برات داره و اینکه چرا با وجود اینکه خیلی سرشلوغی به قول خودت سینما کارت و زندگیت و اینها، ولی ادبیات هم برات وسوسه کننده است. سلام، اولا که خیلی ممنون که من دعوت کردیم و خیلی خوشحالم که قرار راجع به کتاب محبوبم حرف بزنیم. من آره، همونجوری که گفتی من سینما خوندم و ولی کتاب و ادبیاتو مگه میشه دوست نداشته؟ مگه میشه که تو به هنر علاقه داشته باشی و به ادبیات علاقه نداشته باشی؟ و در واقع کارم زندگیم با سینماه، ولی ما کارمون اینطوریه که معمولا یه پروژه داریم و بعد زمان آزاد داریم و تا یه پروژه دیگه پیش بیاد. من خیلی وقتا توی این زمانها ترجمه کردم، نمایشنامه، داستان کوتاه، مقاله و چیزهای مختلف، ولی اولین کتابی که در واقع ترجمه کردم و منتشر شد همین جان شیرین آلیس مونروه. مرسی از توضیحت، امیدوارم که فرصت پیدا کنی و کارهای دیگه تو هم جمع جور کنی، منتشر کنی. میدونم کار دیگه‌ای هم در حال انتشار هست یا منتشر شده توی نشر مانیای هنر، درسته؟
نشد. من کلن با ناشرها خیلی خوششانس نیستم. آره یکی دوتا کتاب این بر اون بر دارم ولی هنوز در نیامده. خیلی خوب. آره. بعدیم که در واقع سوال آدم ها بوده درباره کتابت، اونایی که با هم دیگه فرصت کردیم گپ بزنیم دربارش، زندگی عزیز آلیس مونرو رو همه دقیقا زندگی عزیز ترجمه کردن و تو ترجمه کردی جان شیرین. یکم درباره این به همون بگو تا بعد دیگه وارد خود جان شیرین بشیم. آره حتما. ببین اسم کتاب Dear Life، یعنی طبعا ترجمه تحت لفظیش میشه زندگی عزیز، و این مجموعه در واقع آخرین مجموعه داستان آلیس مونرو. بعد از این یه مجموعه دیگه در اومده ازش، ولی مجموعه از داستانهایی بوده که قبلا منتشر شده بوده. آخرین مجموعه که داستان جدیدی توش داره همین کتابه. و یه داستان آخرین داستانش اسمش هست Dear Life، و این کلمه استفاده میشه توی داستان. یه جایی هست که یه مادری یه زن دیوونه‌ای داره نزدیک خونه‌ش میشه، بچه نوزادش رو از توی گهواره بغل میکنه، میدوه میاد تو خونه، نمیدونه این زن دیوونه الان مثلا کاری بهشون داره، چی کار میخواد بکنه، میاد به یه گوشه قایم میشه و این بچه رو بغل کرده. و از این استفاده میگه For Dear Life. For Dear Life یعنی مثلا تو از ترس جونت به یه چیزی چنگ بزنی، یه کاری بکنی وقتی که خطر خیلی مرگباری وجود داره. و در واقع ما هم میگیم مثلا از جان شیرین نمیشه گذشت. خب جان شیرین یه ترکیب شناخته شده در فارسیه و دقیقا همون معنی رو میده، یا تقریبا همون معنی رو میده. و من موقعی که داشتم این ترجمه میکردم اینو فهمیدم که این مونرو گفته که بعد از این دیگه مجموعه داستانی نخواهد داشت و این آخرین مجموعه داستانشه. و 10-12 سال آخر عمرش هم در واقع به دیمنشیا دوچار شده بوده، بیماری زوال عقل و دیگه نمیتونسته کار بکنه. و این خیلی از داستانه اینم ویژگی چیز دارن، در واقع اوتوبیوگرافی کالن. و در واقع یه جوری انگار که من به این فکر کردم که این جان شیرین آلیس مونروه که توی این داستانه و دوست داشتم که اینطوری خطابش بکنم. میدونی؟ فکر میکنم راضی هم از اسمی که براش انتخاب کردم. فکر میکنم که با تم و محتوای کتاب جورتره به نسبت زندگی عزیز که یه حالت خطابی نامه‌ای، میدونی مثلا فلانی عزیز، یه حالت اینطوری داره. اون طبعا غلط نیست، دقیقا ترجمه Dear Life، ولی فکر میکنم که این به جان کتاب نزدیک تره. ممنونم از توضیح. دقیقا همیشه این نگاه کلنگر تو دوست داشتم که ساختار کلی یک چیزی رو نگاه میکنی، نه صرفا جزئیات رو. اینکه اون موزاییک کوچیک تو کل اثر، تو کل زندگی اون آدم که معنایی داره، در واقع اینجوری بهش نگاه کردی. توی داستانهای جان شیرین داستانی هست که برات بیشتر نشون دهنده سرشت کارهای مونرو باشه؟ یعنی اگه بخوایم، چون میدونم مونرو دوست داری بقیه کارهاش هم خوندی و تحقیق میکردی کارهاشو، توی این مجموعه کدوم داستان به نظرت میاد که خیلی شبیه داستان، یعنی عناصر اصلی کارهای مونرو تو خودش داره و میشه دربارش با جزئیات بیشتری صحبت کرد؟ ببین این مجموعه داستان کلشون یه ویژگی های مشترکی دارن. یعنی جالبن اکثرشون به نظر میرسه که شبیه خاطرن، انگار همشون البته اتوبیوگرافیکال نیستن، چند داستانش به نظر میرسه بیشتر که باشن. مثلا اشاره هایی وجود داره، مثلا سال تولد یا شغل پدر یا چیزایی که در واقع شده، ولی کل این مجموعه به نظر این ویژگی رو داره، یه خورده آلیس مونرو به تمامیه. میدونی در واقع اون چیزی که خیلی هم جالبه، داستان از نظر ستینگ، فضاسازی و شخصیت‌ها بسیار شبیه همدیگن. اغلبشون، نه همشون، قهرمانشون یه دختریه مثلا توی حومه یه شهر زندگی میکنه، بیرون شهر زندگی میکنه، از یه طبقه اقتصادی فرودستیه، مادرش یه ویژگی‌های مشخصی داره، مثلا یه خورده خیال پردازتره، یه پدر یه خورده جدیتر، کاریتر، درگیر مشکلات مالی داره. و اینو حالا اینجوری دارم میگم، این دختر ما توی سال‌های مختلف می‌بینیم، یعنی توی داستانی انگار که بچه است، تو یکی دیگه نوجوونه، تو یکی بزرگساله، تو یکی مسنه.
و مجموعه این داستان ها انگار که یه جوری فضایی که در واقع من رو باهاش کار میکنه رو به ما نمایش میده، فضایی که در واقع یه شکل خیلی جالبی از داستان نویسیه، در واقع این شخصیت ها و محیطشون به نظر میشه آدم های عادی هن توی فضاهای عادی که داستانی اتفاق نمیافته توش، اما مونرو داستان رو ایجاد میکنه توش. همه شون انگار به نظر میرسه که یه تمه که مثل یه آهنگساز که روی این واریاسیون نوشته، انگار که تو مدام داری واریاسیون های مختلف یه داستان رو میشنوی و این خیلی ویژگی این مجموعه آخرشه. به ویژه برای من خود داستان جان شیرین، که میگم از همون نشانه ها هم داره که داستان به نظر میرسه که زندگی نامه است، ولی این که میگم خاطره است نباید اشتباه بشه، یعنی شبیه خاطره نوشته شده داستان ها، ولی خاطره نیست، یعنی بیش از اونه. میدونی مثلا مثل خاطره، مثل شخصیتی که داره یه خاطره رو تعریف میکنه، مثلا یه داستانی شروع میشه با مثلا یه کسی فکر کن نشسته داره راجع به کلیت زندگی حرف میزنه، زندگی اینجوریه، آدم ها اینجوریان، مثلا شهر ما اینجوریه، یا مثلا راجع ما بچه که بودیم یه جای زندگی میکردیم اینطوری بود، خیلی شبیه خاطره زندگی شروع میکنه داستانش رو نوشتن، ولی در واقع خیلی 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 پیچیده تر از اینه. یعنی این شخصیت وقتی شروع میکنه راجع به چیزهای مختلف حرف زدن و این هم داره دیگه، مثلا وقتی که داره این خاطره رو تعریف میکنه، خب علم داره به اتفاقی که برای این شخصیت افتاده، در واقع انگار میدونه پایان داستانه، اما داستان این نیست اصلا، داستان یه چیزی فراتر از اینه، داستان حتی چیزی نیست که راوی در واقع به سرنوشت شخصیت آگاهه، ولی به خود داستان آگاه نیست و داستان رو ما متوجه میشیم، برای ما بسته میشه، منعقد میشه. در بسیاری از این داستان ها وقتی به جمله پایان میرسیم، یعنی دقیقاً وقتی بود، یعنی تا قبل از اون هنوز انگار برای ما شکل نگرفته. یعنی مثلا داشتم طبیعتاً اگه حرف بزنم داشتم یه بار دیگه نگاه میکردم و فکر میکردم مثلا خیلی شبیه این میمونه که تو یه عکسی رو یا تابلوی نقاشی رو داری از نزدیک نگاه میکنی و مثلا همینجوری جزئیات رو داری میبینی، نگاهت میپره، به نظرم میرسه خیلی آزاد داره نگاهت حرکت میکنه در زمان و معنی ازش میگه، همینجوری میچرخه تا میرسه به قاب، به جایی که تصویر تموم میشه، خط پایان داستان، و ناگهان تو یه لحظه فهم کنی آها من چی دیدم، کلیت این تصویر جلوی روت میاد. خیلی به نظرم این کارو جالب میکنه، چون میگم یه موقعی وقتی راوی تعریف میکنه انگار که تو در اختیار راوی هستی، انگار راوی برای تو خواهد گفت که داستان چیه، اما راوی توی داستانهای مونرو دقیقا خودش نمیدونه داستان چیه، فقط شروع میکنه تعریف کردم. میگم گاهی وقتا مثلا درکی که از زندگی داره میگه که اصلا اینو با درک نویسنده از زندگی نباید اشتباه گرفت، این از زبان راویه، و مثلا یه جاهایی رو از دور توصیف میکنه، یه جاهایی رو خیلی دیتیل چیکار کردیم اینو گفت، من رفتم از در اومد بیرون چی، و بعد تموم میشه. وقتی تموم میشه تو تازه میفهمی آهان چی اتفاق افتاد توی داستان. خیلی این کار استادانه و ظریف میکنه، خیلی برای من خیلی خیلی کتاب خاصیه این کتاب. مرسی. خیلی چیزی که توضیح دادی برای من هم که خواننده کارهای من رو هستم و تقریبا همه کارهایی رو که در واقع به فارسی بوده به انگلیسی نه خوندم همه کارهاش رو، و خیلی برام همیشه تک تک داستاناش یک چیز خاصی داشته، ولی توصیفی که دادی باز هم باعث شد که یک ویوی تازه به کارها برام باز بشه و فکر کردم که خیلی توصیف درستی داری میکنی. من اضافه کنم به حرفات ببینم تو موافقی یا نه، اینجوری یه گریزی هم بزنیم به نثر کتاب. یکم نثر داستان ها خونسردانه و حتی سرد به نظر میرسه اگر اشتباه نکنم، لاغل تو فارسی اینجوریه، ولی به شدت عواطف تو درگیر میکنه، یعنی یک چیز به جای اینکه در واقع داستانی که قراره با همون تکنیکی که تو میگی یه چیز کوچیکی رو شروع کنه، بعد کم کم بافته ها از جاهای مختلف به این متصل بشن و در نهایت ناگهان چیزی پیش روت گشوده بشه که به شدت عواطفتو درگیر میکنه، به جای اینکه اونطور که متداوله یا خیلی ها میکنن نثر هم همون بازی رو با ما بکنه، میبینیم نثر خیلی برکنار، خیلی خونسرد و خیلی با آرامش داره این کار میکنه.
ولی ذرات عواطف تو رو از گوشه کنار جمع میکنه و من همیشه یاد داستان گودال میفتم. گودال اسمش ریک. داستان اول این مجموعه. این داستان خیلی خیلی در توصیفی که الان کردی، یعنی مناظر رو که به ما نشون میده، هی نمیدونیم میخواد چی الان به ما نشون بده، اون چیز چیه، اون چیزی که باعث میشه این داستان ساخته بشه چیه. دقیقا اون داستان یکم اینجوری، یعنی این تو ذهنمه که این سردی روایت ولی در ضمن درگیری شدید عواطف. به این بهانه اینو توضیح بده و به این بهانه یکم هم راجب نثر انگلیسی من رو بگو به هم. من رو خیلی نثرش انگلیسی ساده ایه، اصلا پیچیده حرف نمیزن، جمله ها خیلی صراحت و وضوح دارن و از اون مهمتر اینه که خیلی خیلی دقیق به نظر من تراشیده شدن و اینو برای من اینطوری اتفاق افتاد. وقتی ترجمه کردم خیلی بیشتر فهمیدم. مثلا ببخشید یه چیز پراکنده تر بگم، دوباره برمیگردم به این. من نمیخواستم، من برنامه نداشتم برای ترجمه این کتاب. من یه سفری اومده بودم و توی راه برگشت توی فرودگاه این کتاب تازه چاپ شده بود، من خریدم که اینو تو راه بخونم، فکرم تو هواپیما تو سلام سر میره کتابی داشته باشم بخونم. اینو خریدم و چنان مسحور داستانهای این شدم که فکرم دارم میخواد ترجمهش کنم و اون موقع خیلی با وضعیت نشر در ایران آشنایی نداشتم و این تو ذهنم نبود که حتما 10 تا مترجم دیگه همزمان دارن ترجمه میکنن، ولی فکر نمیکنم کار اشتباهی کردم که ترجمهش کردم، علاوه هم که ترجمه های دیگه از این داستان موجوده. برای خود من شخصا خیلی تجربه لذت بخش و آموزنده‌ای بود سر و کله زدن با تک تک جمله هایی که آلیس مونرو با این دقت اینا رو طراحی و ساخته. میدونی مثلا جمله بسیار ساده است خب، ولی از یه جای شروع میشه و یه جای تموم میشه، تو خود جمله تو رو شگفت زده میکنه. میدونی یعنی مهمه که جمله‌شو از کجا شروع میکنه و کجا تموم میکنه و یه خورده این تو فارسی هم یه خورده سخت به دست میومد، برای اینکه یه خورده ساختار زبان انگلیسی و فارسی فرق داره و میخواستم اینو حفظ بکنم توش. همینی که با یه فاصله است و حالا تو ریک و مثال زدی، من میخوام یه داستان دیگه هم الان تو ذهنم، الان اون خیلی زنده شد وقتی داشتی این مثال رو میزدی، آمونسن، داستان آمونسن که خیلی خیلی داستان زیبایی به نظر من. یه صحنه داره که مرد میخواد به زن بگه که دیگه خیال نداره باشه ازدواج کنه و صحنه اینجوری شروع میشه. شروع میکنه توصیف کردن که مرده اومد در ماشین رو باز کرد، ماشین رو دور زد، رفت نشست، دست رو گذاشت رو فرمون. اون دست خیابون یه مثلا خونه بود، روش تخته زده بودم، این برای یه فروشگاه ابزار بود، یه ماشین اومد پارک کرد بعد رفت. یکی دیگه همینجوری داره میگه دیتیل، یه ماشین اومد پارک کرد بعد دید نمیتونه در بیاد، اومد زد به شیشه راننده. میگه که مرده حرفش رو قطع کرد، ما تو الان متوجه شدیم که یه تنشنی داره درست میشه، ولی تا قبل از اون نمیگه که تمام مدت این مرد داشت به من میگفت که دیگه با تو ازدواج نخواهم کرد. تصمیم گرفتن، یعنی اومدن که با هم دیگه برن همون روز ازدواج بکنن و مثلا نیم ساعت قبلش تصمیم. و خیلی به نظر من اصلا این ساخت شبیه احساسیه که واقعا خود آدم ممکنه در موقعیت اینچنینی بکنه، وقتی تو حرفایی رو داری میشنوی که شاید نمیخوای بشنوی و بهش کر میشی و همه جزئیات داره اهمیت پیدا میکنه الا اون چیزی که داره اونجا اتفاق میافته، همه چیز مثل یه وزوزی که دائم وجود داره و اینو میسازه ها. یعنی اینو من میگم، تو موقعی که داری اینو میخونی متوجه میشی یه چیزی درست نیست، الان یه اتفاقی داره میافته. و بعد خیلی خلاصه در 3 تا جمله میگه که مرد چی گفت، یعنی دیتیل همه چی. و حالا خود قصه هم خاطره است، قصه رو یه زن مسن داره تعریف میکنه راجب اولین عشقش، راجب جوونیش، راجب وقتی یه دختر مثلا 20 ساله است و با یه مردی آشنا شده، با اون علم با اون نگاه داره اینو تعریف میکنه، ولی همه چیز حاضره بجز حرفایی که مرد زده. حرفی که مرد زده 3 تا جمله است، نمیتونم این کار اشتباهه باید تمامش کنیم مثلا. و خیلی خیلی میگم این در ایجاد این تنش و ساختن این فضا موفقه. خب یا همون داستان ریک که تو مثال میزنی، اتفاق مهیبی برای ما آدم میافته و تو
مدام اینطوری که باورت نمیشه و افتاده. دقیقا همونجوری که توی زندگی اتفاق میافته، میدونی مثلا توی اتفاق مهیبی که برای آدم میافته تو هیچ وقت آماده نیستی براش که ناگهان اتفاق میافته. و خیلی آلیس مونرو به نظر من به این توجه داره، به این مسئله ناتوانی ما در برابر زندگی، تسلیمی که ما باید در برابر زندگی باشیم. مثلا توی یکی دوتا از داستان، توی همین داستان ریک، در نهایت شخصیت با یک نفر دیگه که اونجا حاضر بوده حرف میزنه و حرفایی که اون میزنه شاید یه شکلی از آرامش یا پذیرش رو بهش میده و این از جنس اون حرفایی نیستش که بخواد توضیح بده چه اتفاقی افتاده، بلکه توضیح ناتوانیه، توضیح وضعیتیه که هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه و تو اگه اینو بپذیری بعد میپذیری. مثلا توی داستانای دیگه هم این کارو میکنه. حکمتی که در واقع از آدم ها میاد اینه، تهش اینه که تو باید بپذیری، این نمیشه کاریش کرد. توی توضیحی که داری میدی اگه من مون رو نخونده باشم هم جذاب میشه برام که چه جالب ساخت قصه هاش چه خوبه، برم ببینم، برم بخونم. ولی این توضیح نهایی که دادی، حکمتی که توی قصه ها هست، پذیرش زندگی، وقتی به این شکل، من چون خوندم میدونم، وقتی فقط به این شکل با چند تا جمله میگیمش، آدم ها میگیم خب شاید یکم شبیه کتاب این روانشناسی نصیحت پایانی اینا که ول کن توانش رو نداری پس قبول کن. یکم اسمشو خراب کردم. نه یکم اینو ممکنه به ذهن کسی که نخونده بیاره، ولی توضیحی داری بدی بگی؟ احتمالا خیلی به این سادگی همین حاصل نمیشه. نه اصلا به این سادگی نیست. یعنی جالب، حالا یاد در واقع داستاناش اصلا داستانای ساده نیستن، در حالی که بسیار به نظر ساده میرسن. اصلا از یه جا شروع بشه به یه جا برسه، آدم ها به یه نتیجهی برسن، غیر از اینه، خیلی غیر از اینه. و خیلی ولی چیزی که مهیب و بزرگه توش طبیعت و زندگیه. این چیزا چیزای مهیب و بزرگیه که به آدما وارد میشن و آدما در برابرشون چاره ای ندارن و در این حال زندگی شیرینه، ادامه پیدا میکنه، دارن زندگی میکنن، درگیر میشن، فکر میکنن، خیلی زیاد فکر میکنن. و آره یکم لطفشو خراب کردن چون اینطوری هم نیست در واقع. حالا چیز اشاره کردی به نثر خاصش و اینکه ساده به نظر میرسه ولی تو ترجمه چالش برانگیزه. با توجه به کارهای دیگه هم که ازش خوندی، اصولا فکر می‌کنی این از ویژگی‌های نثرشه یا برای هر داستانی ممکنه نثرش دچار تغییری بشه یا ویژگی‌های خاص اون داستان هم رو نثر تاثیر بذاره؟ یعنی چقدر این رو در کلیت انگلیسی مون رو می‌بینی؟ ببین داستان‌های داره که این نثر رو نداشته باشه، من خوندم ازش چیزایی که، ولی در نهایت نوع داستان نویسیش و نگاهش به زندگی به نظرم توی بیشتر داستاناش حاضره و روی نثرش مؤثره. به نظرم یعنی این تا حدودی ویژگی نثرش هست، اما داره داستان. من خوندم داستانهای ازش که دقیقا این شکلی نیست، دقیقا این سردی و این فاصله و این دوری رو نداره، ولی مشخصش هست. خب دیگه فکر میکنم قبل از اینکه با هم شروع کنیم به ضبط این برنامه، داشتی اشاره میکردی به یه پادکستی که خواستی بگی، گفتم که خوبه که توی این گفتگومونم اشاره کنی، پادکستی که درباره مون رو صحبت شده توش و نکته هایی داشتی، میخوای؟ آره ببین یه پادکستی داره مجله نیویورکر به اسم فیکشن که توش یه نویسنده داستانی رو از یه نویسنده دیگه انتخاب میکنه، میخونه و با در واقع دبیر بخش ادبی نیویورکر که میزبان برنامه است با هم دیگه حرف میزنن راجع به داستان. بعد از مرگ مونرو یه اپیزود در مورد برای مونرو بود، یک داستان از مونرو خونده شد و راجع بهش حرف زدن. بعد یه چیزی که برای من خیلی جالب بود توش این بود که یه جایی این نویسنده که انتخاب کرده این داستانو از ادیتور نیویورکر میپرسه که تو مثلا داستانای مونرو هم ادیت کردی دیگه، و میگه که آره. میگه خب چجوری بود، چجوری مثلا ادیتور میپذیرفت؟ یا و میگه که
خب این خیلی مشخصه توی داستانا که خیلی داستانا تراش خورده و کار شدن و اون میگه که آره خیلی اولا ادیت میکرد، دوما خیلی پذیرای نظرات در واقع ادیتوری بود که داستانو داشت میخوند. دوباره مثلا من زنگ میزدم که مثلا آخر این داستان میگم آره اتفاقا داشتم رو آخر داستان کار میکردم، بعد میگه این از در واقع یه نوعی اعتماد به نفس میاد، یعنی وقتی که تو میدونی که کارت خوبه، میدونی چیه داستانت خوبه. و من خیلی فکر کردم که چقدر جای این برای توی کتاب در ایران خالیه، در داستان نویسی ایران یه همچین کاراکتر، یه همچین شخصیتی، کسی که ادیت بکنه و نویسنده‌ای که پذیراش باشه. خیلی از اومد که جای همچین چیزی خالیه. و مثلا جالب بود تو دوباره بهشون گفتش که مثلا 50 تا داستان یا یه همچین چیزی مون رو توی نیویورکر چاپ کرده ولی بعضی از داستاناش رد شده. من اصلا نمیتونم تصور کنم که کتاب هیچ استادی در داستان هیچ استادی در هیچ مجله رد بشه، یا چون 3 تا داستانم یه جایی داشته باشی عملا دیگه داستانای بعدی اتوماتیک داره میره دیگه. و خیلی باعث میشه که نویسنده های خوب داستانای بد بنویسن و حیثیت ادبی خودشون رو بهش صدمه بزنن. تو منظور آلیس مونرو بزرگ باشی و نیویورک بهت بگی نمیخوام این داستانتو، و بفهمی که این داستان رو نمیخوام، باید یک کار دیگهش بکنی. خیلی برای من این جالب. و بجز از اون یه چیز دیگه هم که خیلی برام عجیب بود، از پرسید نویسنده از همین دبرا تریسمن که ادیتور بخش داستان نیویورکره پرسید که آلیس مونرو میدونست که نویسنده خوبیه، و این خیلی سوال جالبی بود برای من، چون مثلا نویسنده نیست که قدر ندیده باشه. البته در ابتدا قدر ندیده بود، خیلی دیر شروع میکنه به نوشتن و مثلا جالب بود تیتر جایزه میبرد و تیتر مقاله هایی که راجبش نوشته بشون این بود که مثلا یه زن خانه‌دار وقت میکنه که داستانم بنویسه. واقعا میگم این تیتر روزنامه است. و یا مثلا بهترین نویسنده قدر نادیده، باز عنوان چیزه. و فکر این که تو فکرم خیلی به زن بودن احتمالا مربوط میشه، به اینکه تو نویسنده زن باشه و آیا اون آگاهی رو داری به توانایی خودت، میتونی بفهمی که تو کجای ادبیاتی. حالا جواب دبرا تریسمنی بود که آره میدونست که خوبه، میدونست خوب مینویسه. ولی همین که این سوال مطرح میشه راجبه این زن نازنین برای من خیلی عجیب و جالب بود. یه چیزی هم تو یادم نرفته بگم، موقعی که ازم پرسیدی که کدوم داستان این مجموعه، گفتم همه داستان ها اما به ویژه داستان آخر جان شیرین، خود داستان جان شیرین دیر لایف. این داستان یه پاراگرافی توش داره که خیلی برای من چشمگیر بود. تو این پاراگراف میگه که داستان رو داره پیش میره و میگه که اون طرفم دورتر روی تپه یه خونه ای بود که شبیه خونه کوتوله ها بود و یه بابایی توی زندگی میکرد و ما اصلا نمیشناختیمشون. بعد میگه که و این هیچ ربطی به داستان نداره، زندگیه دارن میگنش. و این چیزی که میخوام بگم راجع به اینه که آلیس مونرو من این پاراگراف انقدر خوش آمد که پشت جلد کتاب اون تیکه ای که از کتاب میگن این پاراگراف رو انتخاب کردم. بازم الان مثل چیزی که کمی قبل گفتم فکر میکنم هیجان زده شدم و زود یه چیزی رو اون موقع انتخاب کردم که تو باید بهش برسی، باید پیداش بکنی که چرا این پاراگراف انقدر عالیه. این پاراگراف انقدر عالیه به خاطر اینکه نویسنده داره به تمامی نمایش میده که چه تفوقی بر این جهان داستان داره. من هیچ تعجب نمیکنم که آلیس مونرو اولین نویسنده داستان کوتاهی که نوبل میگیره، به خاطر این داستان کوتاه شبیه داستان کوتاه نیست، داستان کوتاهش بزرگه، خیلی بزرگتر از داستانی که داره میگه و این جهان رو خلق کرده، به خاطر همین میتونه اینقدر راحت توش حرکت بکنه و حتی بگه یه چیزی اونجا بود و اون چیز اونجا حاضر میشه. میدونی داشتم فکر میکردم که
آلیس مونرو دقیقا خدای این جهانیه که خلق کرده، ولی شاید گفتن این آدم مثلا بگه که خب هر نویسنده خدای جهانیه که ساخته دیگه، ولی فکر میکنم که نویسنده های بعد بنده خداهای دیگه این خودشون در جریان نیستن، یعنی داستانشون خارج از اتفاقاتی که داره میفته انگار وجود نداره، اما توی داستان این مثلا 10 صفحه داستان بزرگه، بنزه رمان واقعا بزرگه، بعضی از اینا انقدر عمق داره و به خاطر همین نویسنده انقدر راحت و آزاد توی بخشای مختلفش داره حرکت میکنه که تو احساس نمیکنی که داستان کوتاه میخونی و تموم میشه، وارد دنیا شدی و توی این دنیا میتونه بگه که یه کلبه‌ام اونجا بود و هیچ ربطی به هیچی نداره، ولی خیلی برای من اصلا یعنی لحظه که اونجا رو خوندم خیلی برای من شگفت انگیز بود، چرا خوب نبود که پشت داستان بنویسه آدم پشت کتاب بنویسه و چیزی که باید خواننده وقتی رسید به اونجا کشف بکنه که چقدر عالیه این پاراگراف. پگاه اولین باری که بعضی از این داستانای جان شیرین رو پیش از قاب برای همدیگه بر من خوندیم، به خصوص داستان ریگ، یادمه که موهای تنم سیخ شد. الان دوباره اون اتفاق برام افتاد و من خیلی خوشحالم که داستان آلیس مونرو رو خوندم و حسشون کردم، دوستشون داشتم، روشون کار کردم و فکر میکنم انقدر دنیای بزرگی خلق میکنه که بارها بارها میشه باز هی دربارهشون حرف زد و باز هم خیلی احساساتی بشی، خیلی عواطفت برانگیخته بشه با وجود اون که اون همه مسلط، اون همه با یک سردی خاصی داره می‌نویسه، ولی دقیقاً خدای اون کاریه که داره انجام میده و عواطف تو رو هر جایی که دلش بخواد برانگیخته میکنه، به خدمت میگیره. تو حرف زدنت داشتی حرف میزدی، من هی داستانای بیشتری هم ازش یادم میومد که کجا این کار رو میکنه، این بلا رو سر آدم میاره و کجا در واقع همه ی عواطف تو رو برانگیخته میکنه. و مرسی واقعا، دمت گرم که این کتاب رو ترجمه کردی. خیلی از آدم ها کتابی رو، داستانی رو ترجمه میکنن، شاید کتاب ها و داستان های زیادی رو ترجمه میکنن، ولی شاید از سر وظیفه، ولی من میدونم تو هر کاری که کردی به شدت اون نویسنده و اون داستان رو دوست داشتی، چون به قول خودت کسب و کارت سینماست و هر وقت هم که میای سراغ ترجمه یه کاری به خاطر اینکه با تمام وجودت اون کار دوست داری و فکر میکنی دوست داری ترجمهش کنی. دمت هم گرم، خیلی کار خوبی کردی. اما دلم نمیاد به این نکته‌ای که گفتی اشاره نکنم، ما اینکه یه ذره خارج از بحثمونه و تقریبا هم در انتهای زمانیم، اینکه تو ایران آیا نقش ویراستار چیه؟ نویسنده های قدیمی و استادها چگونه کارشون بررسی میشه؟ چون من مدت طولانی توی چند تا نشر تو ایران کار میکردم و واقعا هم اینطوری، یعنی کسی که چند تا کتاب داره وقتی نوشتش رو کتاب جدیدش رو عرضه میکنه اون چاپ خواهد، اونو ناشر چاپ میکنه مگر به دلایل دیگری ارشاد بهش مجوز نده یا یک چیزی بشه، و نه تو کارمون نیست نسبت به کسی که دیگه خودش رو استاد میدونه. تازه اگرم بخوایم بگیم نه رومون نمیشه، یعنی بهانه هایی میاریم، مثلا میگیم اینو که نمیشه فرستاد ارشاد، این بعید مجوز بگیره. اما من تلاش کردم، تو هم در جریان بودی، جان شیرین هم توی همون مجموعه نگاه یه اون چند سالی که من اونجا بودم منتشر شد، من حدود 20 تا کتاب از نویسنده های جوان چاپ کردیم که بیشتر کتاب اولی یا حتی اکثر کتاب دومی بودن، و تلاش کردم این کار رو بکنیم، یعنی این ادیت کردن، پایان رو تغییر بده، ساختار قصه رو عوض کن. ادیت توی ایران معنیش فقط همینه، ویرگول بذار، نقطه بذار، فکر می‌کنم ویراستاری یعنی ویراستاری نثر رو، را رو بذار جای درست. من واقعا سعی کردم بکنم، ولی توی مجموعه 20 تایی انجام شد. تو نشر سالس هم که بودم با آدم های یه ذره حرفه‌ای‌تر سعی میکردم بکنم، ولی اینا واقعا این کارهایی نیست که با کاری یه نفر دو نفر، یعنی باید یک دیدگاهی حاکم بشه که این پذیرش به وجود بیاد. میدونی ما جو هر نویسنده قدیمی حرف میزنیم، راجع به کاربر حرف میزنیم، راجع به همینگوی حرف میزنیم، همه ویراستارای قدری پشتشون بوده، ولی این فرهنگ هنوز توی ما توی ایران نیست و فکر میکنیم که
هر کلمه نویسنده مثل ناموسشه و نباید اصلا کسی بگه اینو جابجا کنه اینا. اشاره خوبی کردی، خودش یه بحث بزرگی رو میطلبه، شاید حالا بعداً به بهانه‌ای بهش برگردیم. ولی مرسی، من لذت بردم از این گفتگو و یاد بسیاری از داستان‌هایی رو که الان اینجا بهش اشاره نکردیم از آلیسمون رو برام زنده کرد. بعضیاش یادم نمیاد، تو این مجموعه هست که داستان عجیب داره به اسم چشم. یه داستان دیگه هم هست که یک دختر پسری هم که توی خونه میشینن و هر دوشون خیلی آدم های تنهایی هم، راوی هم فکر کنم پسر هست. اسم داستان اسمش غرور. آفرین. بله دقیقا. یعنی همینجوری که داشتی جهان آلیس مونرو رو باز میکردی، من دونه دونه این داستان ها هی به وضوح، با اینکه خیلی خاطر نداشتم و قدیم خوندم، یادم میومد با جزئیات به خاطر توصیف خوبی که تو داشتی میکردی از جهانی که مونرو ساخته. بازم متشکرم از اینکه وقت تو به ما دادی و متشکرم از اینکه تو این فرصت کوتاه خیلی خوب دنیای مونرو رو تبیین کردی. امیدوارم کارهای دیگری هم منتشر بشه ازت و بهانه‌های دوباره فراهم بشه برای گپ و گفت با تو پگاه جهاندار عزیز. خیلی ممنون از تو. از خدافظ تا بعد. تا بعد. خدافظ.